چه اتفاقی می افتاد اگر همه ی انسان‌های روی زمین ناپدید می شدند؟ این داستانی درباره نحوه ناپدید شدن ما نیست. داستان اتفاقی است که در جهان پس از ما روی خواهد داد. در این قسمت از حیات پس از بشریت، سرنوشت تلاش‌های بزرگ انسان برای جاودانگی. پس از ما اجسادمان بر جای می‌ماند. بعضی مومیایی شده، برخی یخ زده. آیا هیچ کدام آنها واقعا جاودانه خواهند شد یا با خاطراتی که برای بشر بر جای گذاشتند ماندگار می‌شوند؟ این تنها بخشی از سفری است که ما را با آینده شهرهایی می‌برد که زمانی شلوغ بودند و مکان‌های روح‌زده که پیشتر خالی از سکنه بودند به زمین با جمعیت صفر خوش آمدید. جهان پس از انسان، غریزه جاودانگی. یک روز پس از بشریت. اگر انسان نباشد تا از آنها نگهداری کند، نیروگاه‌های برق سراسر جهان خاموش می‌شوند. چراغ‌ها خاموش می‌شوند. ساعت‌ها از کار می‌افتند. اما مسابقه ادامه دارد. باید دید در حیات پس از بشریت چه کسی یا چه چیزی بیشتر دوام می‌آورد. سراسر دنیا اجساد مومیایی شده بسیاری از فراعنه مصری دیگر در مقبره‌های عمیق خود در اهرام نیستند، بلکه در محفظه‌های شیشه‌ای موزه‌های پیشرفته جهان قرار دارند. یک روز پس از بشریت، کنترل کننده‌های الکتریکی دما و رطوبت که فضای سرد و خشک لازم برای اجساد مومیایی شده را شبیه سازی می‌کنند، خاموش می‌شوند. The bodies that have been left in the tombs in Egypt have lasted 3000 years or more. If the conditions are just perfect for the body, I can't see why it couldn't last another 3000 years. But if the conditions at the museum fail, the body would start to decay immediately. You have a high humidity, you have mold spores in the air at all times, so they would first probably be attacked by mold and bacteria. این مومیایی‌ها چقدر دوام می‌آورند؟ باید دید. یک ماه پس از بشریت، بیش از 100 جسدی که فعالیت‌های حیاتیشان متوقف شده در بانک‌های اعضای دنیا هنوز یخ زدند. طبق نظر متخصصان، حتی یک ماه قطعی برق هم موجب گرم شدن اجساد نمی‌شود. آنها با نیتروژن مایع در دمای منفی 320 درجه فارنهایت نگهداری می‌شوند که برای حفظ دمای بسیار سرد خود